بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عاشرهن بالمعروف. زن کیست؟ زن یک واژه شکسته، اشک ناریخته و درده به احساس است. زن آن موجود است که در مقابل نفرت محبت و در مقابل خیانت صداقت و در بدل خشونت صمیمیت می بخشد. زن مادر بشریت است و گوهر انسانیت. زن مریم با عفت و خدیجه محمد است. زن فاطمه مظلوم مگر بلقیس با قدرت است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدیجه صالحی هستم، در یکی دیگر از برنامه های تاجر در خدمت شما سرورانم. موضوع امروزی برنامه ما هم در مورد محو خشونت از نظر دین مبین اسلام است. قبل از اینکه صحبت ها را با جناب استاد آغاز کنیم، میریم و با هم حدیث هفته را تماشا میکنیم. باز هم خوش آمدین دوستان عزیز و دقیقاً در این قسمت برنامه جناب استاد محبوب الله موحد، مسئول حلقه تعلیم القرآن و آموزگاه تعلیمی و تربیتی را با خود داریم. در نخست سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین، الصلاة والسلام على قائد المجاهدین محمد بن عبدالله الذي بلغ رسالته و ادى الامانة و نصح الامة، والصلاة والسلام على كل صحابته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. سلام و احترام خدمت شما، خدمت مردم با شرافت و دین پرور افغانستان. تشکر جناب استاد. دقیقاً قسمی که آگاه هستین، موضوع امروزی برنامه ما هم در مورد منع خشونت علیه زن از نظر دین مبین اسلام است. چه بهتر از جناب استاد که در نخست در مورد جایگاه زن در دین مبین اسلام و ادوار قبل از اسلام خیلی خلاص اگر شرح بدین. در رابطه به حقوق زن قبل از اسلام، خو ما و شما مطالعه داریم، میفهمیم که قبل از اسلام متاسفانه که زن را به عنوان یک برده مردم میدید. قبل از اسلام اصلا داشتن دختر در جامعه جرم، یعنی یک بیغیرتی عنوان میشد. اگر کسی دختر پیدا میشد به خانوادش، این بسیار ناراحت میشد و حتی زنده به گور میکردن متاسفانه. چیزی خطرناکی که سبب شده بود که اینا این کار را میکردن، متاسفانه جنگ های خانمانسوز در او دوران وجود داشت که اگر کسی بر یک منطقه حمله می کردن، بعدش در اونجا مال و اموال از اونا را که وقتی بغارت می گرفتن، زنا و دخترانشان هم می بردن و اونا را برده می گرفتن و تجاوز می کردن علیشان. امی سبب شده بود که مردم از این ناخوش بودن و متاسفانه دختران خود را زنده به گور می کردن. اصلا زن را به عنوان یک آله اونا می شناختن و دخترانشان زنده به گور میکردن که در قرآن هم است و در روز رستاخیز پروردگار از اونا سوال میکنه که به ای زن من قتلت، شما به کدام دلیل به شهادت رسیدی؟ این همی کارهای دیگری هم که اگر وقتم قید است، در رابطه با عمر فاروق خودش یک قصه خود را میکنه، میگه که من دو حالت از بسیار غمگین میشم، در یک حالت بسیار غمگین میشم، در حالت دیگر بسیار خنده میگیره. یکی شمی بود که میگه من با دخترک نازدانه خود به صحرا رفتم و او را در حالی گفت که زنده به گور میکردم که خودش میگفت که از زیر خاک ریش مرا پا میگه وقتی که یادم میایه من برم به پیامبر صلی الله علیه و سلم، اشکش میریزه و بهش میگه که اسکت، شما سکوت بکنین و ما این قصه داستان غم‌انگیز نگوین. از این اگر بگذاریم بیایم در دین ما، دین وقتی ما انسانیت را به مردم میگیم، وقتی ما میگیم که رهبری دنیا را باید اسلام بگیره، به این منظور است که ما در اسلام جایگاه هر کسی را برش دادیم. ما در اقبال میگه که از بردگی به مقام بلالی رسیدن در مکتبی که عزت انسان برنگ نیست. دقیقا. در جای دیگه پروردگار جل جلاله می فرماین
و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی بهترین شما با تقوا ترین تان از در دین ما میگه، یعنی بین زن و مرد کدام فاصله ای نیست مگر اینکه تقوا داشته باشند. بعدش اگر در اسلام جایگاه زن را ما مطالعه بکنیم، این که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرمایند اگر فرزند اول یک خانواده دختر می باشه، یک خیر و برکت است. و اگر یک زن مادر میشه، بهشت زیر پای مادران است. یکی از بزرگان در روایات وجود داره که میگن اونا بر اطفال خود میگن که شما بری از بهشت خاک بیاری. فرزندان از این وقتی میبرایند میرن به هر طرف هر کدامش میگردن چیزی رو پیدا نمیکنن. یکیش میره مادر خود را میگه تو استاد شو، که استاد میشه میگه پای خود را بلند بکن، در اونجا زیر پای از او میگیره، خاک را میاره به پدر خود نشان میده، دیگر آخ پوزخند میکنن، تمسخر میکنن که در دنیا از بهشت چه رقم خاک پیدا کردی. میگه که بهشت زیر پای مادر است و مادر جایگاهش همه قدر بالا است در اسلام. و در جای دیگری است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرمایند که در خود کسی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، فرمودند که یا رسول الله احترام والدین کدامش برای ما، یعنی احترام به والدین کدامش برای ما باز بهتر است؟ که گفت از مادرتان. بعدش باز پرسان کرد، بعد از او گفت بعدم از مادرتان، باز پرسان کرد که بعد از او، باز گفت از مادرتان. در مرتبه چهارم اونجا آمد و گفت از پدرتان، سرتان فرض است. جایگاه زن در اسلام اگر دختر است نعمت است، اگر خانم است وجود است. خانم وجود شوهر خود است، اردوش و اردوش لازم و ملزوم یک دیگر هستند و اینا برکت است. خانم در یک فامیل برکت است و ناگفته نمانه که یک کسی از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت که یا رسول الله، گفت بله، گفت ما فقر اقتصادی مواجه شده، گفت برو ازدواج بکن. و باز آمد گفت که بازم چیزی نشد، گفت برو باز ازدواج بکن. و روزی با تمام امکانات پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. یعنی به این معنی که خانم در خانه برکت است، عزت یک مرد ای است که یک خانم با عزت داشته باشه. بعد از جایگاه مادر که شما میبینید که در دین ما بعد از عبادت پروردگار، حتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم هم کرده پیشتر، جایگاه والدین آمده و در والدین حق مادر اول است نسبت به پدر. اینی خودش یک جایگاه است که پروردگار در دین ما بره طبقه اوناس، بر خواهران و مادران ما داره. جناب استاد از قرآن و از نص صریح یاد کردین. قرآن دقیقاً در مورد هر موضوعی واضح و آشکار مقام و ارزش هر کس را بیان کرده است. اما قسمی که ما در یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، اما چرا در افغانستان اگر ببینیم با وجود از اینکه همه مسلمان هستیم و همه ما از قرآن آگاهی داریم، چرا نمیتونیم که زن از حقوقی که داره برش بده؟ مثلا اگر در بعضی از قسمت های افغانستان ببینید زنی که میراث خود طلب کنه دیگه به او قطع رابطه میشه. بله. چرا این ننگ پنداشته میشه؟ حتی به خانواده شوهر متاسفانه ننگ است که چطور این خانم ما بره و از خانه پدرش. در کل بتونم یک چیز بگویم، این که در افغانستان نادانی و جهالت دوری از دین سبب شده که این کار صورت بگیره. در دین ما حق هر کسی به حقدارش سپرده شده. حتی در رابطه با میراث ما احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، نظریات فقها تثبیت کرده که حق کی در کجا قرار داره. در دین ما حق زن هم مشخص است، حق مرد هم مشخص است و زن هم میراث میبره، مرد هم میراث میبره. و در هر جایی که وقتی ما در دین ما یک چیزی گفته میشه، در او رمز است. هیچ چیزی نیست در اسلام مگر اینکه در پشت صحنه از او یک عالم درس دیگه نباشه، یک بحث جداگانه داره. متاسفانه در کشور ما یک فرهنگ غلط ای شده که گویا یک مرد حقی را داره که خانم خود را تهدید بکنه، که تو نیسته. شما میبینین که البته با عرض حرمت به شما، در دین ما یک روایت از پیامبر صلی الله علیه و سلم است، میگه بی بی عایشه صدیقه که بود کمی با نسبت به دیگه خانمای پیامبر بهش نزدیکی داشت. یکی از روزا میگه نوبت عزی بود، نوبت پیامبر در خانه عزی بود، از خانه یک خانم دیگهش برای شوربا میآید. بی بی عایشه صدیقه بشا با قهر میشه که خاصیت خانم ها است البته که رشک میبرن، احساساتی میشه. در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم همی ظرف را میگیره، او طرف مندازه، ظرف را مشکنه و همی غذای را که در داخل ازی میباشه او از بین میره. پیامبر نه ای که خیسته باشه به حضرت عایشه صدیقه را تهدید کرده باشه، در برعکسش پوزخند میکنه، میگه ای عایشه
اگر امی خزا را میگذاشتی هر دوی ما میخوادیم از این میل میکردیم. یعنی تا این اندازه در دین ما از جایگاه زن است. برعکس در افغانستان که هست متاسفانه آگاهی درست از دین نداریم، نه طبقه ذکور ما نه طبقه اوناست. متاسفانه خب جناب استاد از آگاهی یاد کردین، چگونه می آگاهی دهی را میتونیم به مردم برسانیم؟ این مسئولیت اولش خود در جامعه فعلی که امروز شما نقش بازی میکنین، رسانه ها جایگاه اول را دارن. اینا میتونن که از طریق علمای واقعی را دعوت بکنن و این برنامه های خود را بر مردم. ما در افغانستان جامعه سنتی داریم، اگر در افغانستان از آدرس دین صحبت نشوه مردم گپ را قبول نمیکنن. شما ببینین همه قدر که در جامعه مدنی به نام اینان مصارف گزاف میشه و فعالیت های بیشتر هم وجود داره، اما چرا در جامعه ما در عمق جامعه عمیق سخنان از یا تاثیرگذار نیست؟ به خاطر از اینکه جامعه ما سنتی است و هر آنچه که از منابر و دعوت اسلامی صحبت میشه مردم زیادتر توجه میکنه نسبت به اینکه از اینا. ما امیدوار هستم که رسانه ها، علمای ما، و خوشبختانه که علمای نو داریم و علمای بیداری که فعلا وجود دارن، اینا تانستن که زیادتر کار بکنن تا که ما از نظر دینی فهم خود را بالا نبریم، جایگاهی کسی را مشخص کرده نمیتونیم. دقیقا جناب استاد، اگر در مورد دین ستیزان بریم، یعنی که از نظر دین ستیزان دین اسلام مطالعه داشته باشیم، یک شبهه بسیار بزرگی که به اسلام وارد میکنن این است، میگن که دین اسلام زن ستیز است. از کدام نگاه؟ یکی از نگاه های این که در قرآن در مورد زن زدن آمده، میگه آیا در قرآن که زدن آمده باشه پس دقیقا دین خودش نماینده از این است که یک دین زن ستیز؟ چگونه میتونیم این شبهه دین ستیزان را رد کنیم؟ البته یک آیات قرآن وقتی ما میایم به مذاهب اسلامی مراجعه میکنیم، به خاطر ای که مذاهب اسلامی تانستن که قرآن را تشریح بکنن. مثلا در قرآن نیامده که در فقه اسلامی در قرآن آیت صراحتا نیامده که فلان فلان کارها را شما انجام بدی. ما وقتی به فقه مراجعه میکنیم به این معنا که آسان تر ساخته باشه کار ما را. اتون مشخص نامده که شما خانم خود را یا طبعاً زنی که در خانه وجود داره اونا را تهدید بکنید. این در نهایت بسیار در آخرین گپ گفته یک تنبیه مختصر. امیان در عدم آگاهی دین است. اگر هر دو طرف آگاهی از دین داشته باشن و مسئولیت و مکلفیت های خود را بدانن اصلا او کار صورت نمیگیره. چرا باید صورت بگیره؟ وقتی یک خانم بفهمه که شوهر ما چه حق را سر ما داره. ما در دین ما یکی از ویژگی های یک خانواده ای است که هرگاه خانم به یک جای می روه باید از شوهر خود اجازه بگیره. خب چرا اجازه بگیره؟ چرا مرد مکلف است که باید از زن اجازه بگیره؟ مردم حق داره. میشه که ما یک داستان یکی از دعوتگرای بزرگ اسلام را براتون عرض می کنم، البته بسیار کوتاه. در شهر نیویورک یکی از دعوتگرای مصری در اونجا میره دعوت اسلامی میکنه. وقتی دعوت اسلامی میکنه برای یکی از دختر خانم ها امی گپای از این خوشش میآید، یک میدوه وقتی در میآید میگه که مثلا فلان از در رابطه با دین صحبت میکنه، این میدوه میگه می گپای تو خوشم آمد، میخواد که کد از این دست بده. دست بده این عاجل کد دست خود جمع میکنه. اینجا دقیق دقت بکنین، میگه چرا دست از نمیگذاری که ما دست بزنم دستت؟ میگه نه این امانت است. اینجا موضوع دو طرف است البته. میگه امانت است. خب چرا این امانت است؟ میگه من نامزد هستم در مصر، در شهر اسکندریه. برش دقیق میفهم، میگه من نامزد هستم، وجود ما امانت نامزد ما از در اونجا و وجود از او امانت ما از در اینجا پیش ما، از او لحاظ ما حق ندارم که به امرای نامحرم. نه جناب استاد، دقیقا سوال من اینجا بود، مثلا یک خانمی که وقتی سر از اون میایم وقتی خانمش هم حق نداره که با نامحرم دست بده، امی شوهر هم حق نداره که با نامحرم دست بده. و اونجا او سوال بهش بدم، او در حالی که میگه ما در پارک ها، البته این برنامه خب برز حرمت نمیشه که من کل صحبت ما بکنم، ای نمی یک شوهر حق نداره که بدون اجازه خانمش هر کاری که دلش میشه بکنه. ما در رابطه به حجاب میشه که در این رابطه بعدا صحبت هم بکنم، هرگاه ما یک خانم را میگیم که حجاب اسلامی بکنه، شوهرش هم حق بعد چشم پوشی بکنه. از جمله شبهاتی که دین ستیزان وارد میکنه یک شم مسئله حجاب است جناب استاد. خب پس سرمو گرمیم که عدم آگاهی از دین سبب شده که ما
بیایم کارهایی را بکنیم که به دیگرها زبانشان را دراز بسازیم. اگر ما با عمق دین مراجعه بکنیم، از علم ما، از دین آگاهی ما، از دین بیشتر شوه، کاری نمی کنیم که برای دیگرها سوال شوه. اینه به این معنا که ما در آیه کریمه است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، در بعد از این میاد که شما نفس واحد هستی. نفس واحد به این معنا که مرد و زن که هستن هر دوش از یک نفس واحد هستن، به این معنا پس هر دوشان حق و حقوق یک بالا یک دیگر دارن. اتو نیست که حق مرد است اما حق زن نیست. یک مرد اگر حق نداره که، یک زن اگر حق نداره که بدون شوهرش جایی بره، برعکسش اینجا مکلفیت های دیگه حق خانم است که شوهرش باید او را ادا بکنه. لازم و ملزوم یک دیگر هستن. اگر خانم حجاب بکنه، شوهرم باید کارهای دیگه ایست که باید تو انجام بده. اتو نیست که شوهر آزاد از دیگر چی که دلش میشه بکنه اما خانم بیچاره باید حجاب اسلامی بکنه. اینه اگر ما به دین مراجعه بکنیم، حق هر کسی به حقدار رسیده. خب جناب استاد، در دین اسلام چگونه مرد وادار کرده به حجاب؟ یعنی حجاب زنها که واضح هست، همگی میدانند که چگونه حجاب لازم است، اما به مردا چگونه باید باشه؟ اول موضوع غیرت است. یک مرد با غیرت، اینمی غیرتش حجابش هست. دوم موضوع چیز است که کنترل نفس خود است و کنترل چشم خود است، کنترل زبان خود است، کنترل گوش خود است. حجاب مرد غیرت مرد است. حجاب مرد چشم پوشی به نامحرم است. مثلا یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در محضر رسول الله نشسته بودند، در رابطه با امی که طرف نامحرم نبینید پیامبر صحبت کرد. اینا آمدن در یکی از کوچه ها در مکه بود یا در مدینه، میرفتن ناخودآگاه یک دفعه چشمشان به نامحرم صحبت میکنه. در امی وقت ای بسیار ناراحت میشه، میره در کو میبراید تا چند روزی گم میباشه. بعدش یک چوپان میایه، ای را پیدا میکنه و برشان میگه فلان. ای میایه پیش پیامبر، چشمای خود پر میگه یا رسول، میگه من طرف تو دیگه دیده نمیتونم. میگه چطور، چرا، چه شده؟ میگه ما در فلان روز در فلان جایی رفتم، طرف نامحرم چشمم خورده. پیامبر میگه نه، او تو که نیسته. یعنی شما قصدن طرف نامحرم نبینید. یعنی نفس خود را در کنترل داشته باشید. ارگو ما در این خیابان آزاری هایی که امروز زبان بعضی از مردم های دنسیتیز بر ما دراز کرده و اونا نقد میکنن سر امی خیابان آزاری ها، خودش در حالتی است که مردم از دین آگاهی نداره. اگر ما از دین آگاهی داشته باشیم این کارا صورت نمیگیره. اگر طبقه اوناس با حجاب اسلامی باشه، اینا مسبب عمو کار نمیشن و اونا اگر بفهمن که هر کسی خواهر و مادر داره، اونا هم امی کار انجام نمیدن. اینی کل گپ ما بعد از این میایه که دو طرف باید به دین مراجعه بکنه و از آنچه که دین گفته به او عمل بکنن تا ما یک جامعه سالم و به دور از خشونت داشته باشیم. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. جناب استاد، میریم سر ارث و شهادت زن که این هم شبهه خیلی بزرگ است از طرف دین ستیزان و دین مبین اسلام، که چرا میراث زن نصف میراث مرد است و چرا شهادت یک دو زن برابر به شهادت یک مرد است؟ در رابطه با میراث، خب شما، خب البته با عرض حرمت، شما حقتان هنوز هم از ما کرده زیاد است. به این من انظور که وقتی در اسلام میگه، البته در کل امورات نیست، در یک بخش خاص است که نصف به زن است و پوره به مرد. به این معنا که در اینجا چند گفت است. اولی که نفقه خانم سر شوهرش است و شوهر مکلف است که از هر طریقی که میکنه بیایه ای را پوره بسازه. دوم چیزی که هست اینجا موضوع مهر است که سر شوهر حق داره که مهر خود را. این یک زن هر وقتی که میخواهد، متاسفانه که در کشور ما امی گپ پشت پا زده شده، اصلا یک رواج شده، میان در وقت نکاح یک چیزایی از دل خود میگن، فلان فلان فلان، نقدر مصارف میگیرن که نقدر پول نقد است و فلان است و بیسان که ما در شرکت میکنیم میبینیم، اما برعکسش بعدنا هیچ عملی نمیشه. یک کسی میگه که من مثلا 5 پسر دارم، به هر کدام از اینکه به خانمایش قدر من. اولین چیزی که سبب شده که بعد نصف میراث را بگیره ای که
نفقه از این سر خودش نیست، سر شوهرش است. دومی که مهری که داره سر شوهرش، از اون مهر هم استفاده کرده میتونه. و سومی که بازی از میراث شوهرش هم میگیره. اینجا متوجه باشین سه چیز دیگه هم شما اضافه دارن، البته که مردای بیچاره بازونم یک حق پدر است که اونمو برشان میمونه خلاص، اما زنها از این چیزای دیگه هم استفاده میکنن. در رابطه با شهادت، حدیث پیامبر است که همه تو ذکر شده، لفظ حدیث که باید که دو زن باشه یک مرد، و دهی و قدر دیگه همو گفته بزرگات چیزی که از آسمان آمده دیگه قدر زیاد که نپیچیم، این بهتر است. این لفظ حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که باید دو زن باشه یک مرد باشه شهادت بده. جناب استاد در آیه مبارکه میفرمایند که نساؤکم حرث لکم، زنان کشزار شما هستند. چرا؟ یعنی که زن به مثل یک متاع و کالا استفاده شده. در اینجا اگر در بحثش پیش بریم، به عنوان یک تحفه پروردگار ذکر شده، یعنی این یک متاع یک تحفه پروردگار است. چون بدون زن دیگه زندگی بی مفهوم است، بی معنا است. یک خانواده زمانی تشکیل میشه که زن در خانواده باشه. شما وقتی میایم امی اجتماع فعلی خود را میبینین، چرا مردم از مسافری و مسافرخانه و از این گپا خسته میشه؟ چرا در اونجا خانم نیست؟ از اون لحاظ این زن سبب آرامش مرد است، زن سبب برکت و خیر است. ای به این معنی نیست که یک متاعی باشه که از او استفاده بکنه، او تو نیست. نه دقیقا جناب استاد، در ادامه آیه مبارکه میفرمایند که فاتوا احرسکم انا شئتم، یعنی باز کشزارتان نزدیک شوین از هر جایی که خودتان میخواین. پس فرق همین نزدیک شدن، خب با کمال حیا اگر بگوییم، چی تفاوت داره با ادیان قبل از اسلام؟ نه در اینجا باز مشخصات دیگه وجود داره. البته اینا میگه که شما با خانمایتان هرگاه مواجه میشی، کارهای مناسب را انجام بده. باز اینجا در اون قضیه چیزهای دیگه هست که ممنوعات هم وجود داره، و تو نمیشه که یک مرد هر چی که دلش بخواه سر خانم خود انجام بده. و حتی موضوع حرام بودن است در یک موقعی میشه که اینجا موضوع حرام است که حتی فرزندانش سرش انتقاد میشه اگر کسی این به شکلی. ما مثلا در اسلام حیوان صفتی نداریم که یک خانم یک کار حیوان صفتی انجام شود. در اینجا ما موضوع عزت است که عزت نفس هر دو طرف باید پذیرفته شود، و او قدر هم آزادی نیست که یک خانم، یعنی به این معنا که ما وقتی میگم که بریم به مذاهب اسلامی مراجعه بکنیم، به این معنا که ما درک درست را نمیتونیم که از قرآن مفهوم بگیریم، مفهوم کامل را بگیریم. در قرآن یک چیزی میای وقتی حکم میشه، باز علمای ما آمدن در اونجا تحقیق کردن، بررسی کردن، و اونجا موضوعات را خاص خاص ساختن. عین همون که پیشتر گفتم که در رابطه با میراث که در کل جای با نیست اون رقم که اینا نصف باشن، در اینجا یعنی یک خانم یک متا نیست که هر حیوان صفتی که دلشان شبه. ما پیشتر هم که کسی دعوتگره کردم، او خانم دیگه بهش میگه وقتی شما قدر نزاکت ها داره و تا این اندازه دقیق هستین، ما که میگه در روی پارک ولادت میکنیم. و در دین ما چنین چیزی وجود نداره ده. و حتی در نظریات وجود داره که یک مرد نمیتونه که وقتی هر چقدر دلش خواست تولد نسل داشته باشه، یعنی امو جای خانم خود را دیده میتونه که باز تولید نسل بکنن. این تا این اندازه را در دین ما مشخصات وجود داره و جایگاهش حفظ است، و این تو معنا نمیتونه که یک خانم مثلا یک آله دست شوهرش باشه، تو نیست، جایگاهش حفظ است. و تشکر جناب استاد. در مورد طلاق، چرا زنها اجازه ندارن که طلاق بدهن، اما مردها هر وقتی که خواست دلشان هیچ مشکل نداره میتونن که طلاق بدن؟ خب امی اول بیایم دهی که امی مهر که تعیین میشه به خاطر از این که یک دکته باشه، یک خطر برای شوهر باشه که هر وقتی که دلش خواست نمیتونه که طلاق بده خانم خود را. اما کسایی که پولدار هستن، درست. بعدش اگر بیایم که بدون مقدمه کسی اجازه نداره که خانم خود را طلاق بده، و طلاق دادن هم تو نیست که مفت یک کسی طلاق میده. اینجا موضوعات دیگه وجود داره و پرسان و سوال هم میشه در روزگاری اگر بیایه. شما میبینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از خانمای خود را میخواست طلاق بده، اونا نپذیرفتن. گفت نه، من مخوانوان خانم در روز محشر اگر من بخیزم به این معنا که من خانم پیامبر هستم، امیر من قبول دارم، از تمام معیشت دنیا مرا اگر محرومم بسازی، اما من دمی حفظ امی گپ باشه. پیامبرم قبول کرد. نکته مهمه که چرا خانم ها نمیتونن. شما خودتان هم من حیث یک خانم یا یک دختر میبینین که توقع اوناست صبرشان و احساساتشان نسبت به مردا زود است.
حتی به این معنا که در هر دقیقه اینا میتونن که آخر گپ را تصمیم بگیرن و زود زود نسبت به مردا قهر میشن. این یک خطر است. اگر یک خانم حداقل هر وقتی که دلش میشه نه طلاق خود از شوهرش بگیره، بازی دیگه روزانه خیلی چقدر طلاق باید شود. اما یک چیزی که شما اشاره کردین و متاسفانه و واقعی یک چیز واقعی جامعه ما هست که امروز سوالاتی هم پیدا میشه که چرا باید این کار میشه و یک شوهر میتونه که طلاق بده اما یک خانم نمیتونه طلاق شو بگیره. این به این بنا نیست که شوهرها دیگر وقتی که دلشان میشه هر چی که میکنن و خانم اجازه نداره. اما جناب استاد اگر ببینیم در افغانستان بلخص به همین منوال روان است که هر مردی که بخواد به هر شیوه که باشه میتونه زن طلاق بده، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. اما اگر یک زن زیر هر چقدر زجر و یعنی اگر ببینیم زیر هر چقدر مشقت باشه اجازه نداره طلاق بگیره. یک ماه قبل به همت یک موضوع در یک مجلس سر خورده بودیم. در اونجا که از علمای بزرگ برای خانم همین دستور میده که شما میتونید که راحت برین دیگه طلاق خود از شوهرتان بگیریم. اینجا موضوعات دیگه هم هست که گنجایش برنامه شما شاید باشه یا نباشه. اما یک رای دیگه برای خانم ها ما داریم. هرگاه از نظر دینی چیزی که دین ما منفور قرار داده، ردش کرده، یک شوهر مثلا کارهایی را میکنه که اصلا دیگه قابل قبول خانم خوش نیسته و این به این معنی نیست دیگه که خانمش حق طلاق را نداره خلاص بشینه. این میتونه که به حکومت مراجعه بکنه از اون طریق طلاق خود را بگیره. این شکل اگر بین دائمی مورد یک مرد هم بسیار راحت نمیتونه که برو دیگه طلاق هستی. میشه که اینجا دولت چیز بکنه و حقی که او میخواه او حقش برش داده شوه، تو مفت نمیتونه که هر وقتی که بخواه بدون مقدمه طلاق بده. برعکس خانم میتونه که طلاق بگیره. طلاق بگیره. اما در حدیث مبارک است میگه در سه چیز مزاح وجود نداره. یکی از جمله هم طلاق است. اگر مردا سه بار بگوین که طلاق پس بنا طلاق صورت خب میگیره. میگم یعنی طلاق میشه. یک واقع است که طلاق میشه اما هر دقیقه دیگه نمیتونن که بگن طلاق. خب طلاق شد دیگه، خب طلاق چه تفاوت داره با یک طلاق میشه یا نه؟ خب ما میگم که یک مرد دیگه هر دقیقه وقتی موضوع طلاق اینقدر حساس است به همین خاطر که هر دقیقه که دلش میخواد نگویه که طلاق هست. موضوع اصلی گپی که شما گفتین که تعداد این سوالشانی است که چرا زنها نمیتونن طلاق بگیرن. اینجا شرایط داره. هرگاه از نظر دینی شوهرش کارهایی را انجام میده که با مزاج خانمش بر میخوره نمیخوره، مثلا خوشش نمیآیه، یا از نظر دینی ممانعت های وجود داره که در دین نیست اما این میکنه انجام میده، مثلا بر دینش ممانعت میکنه که با امورات دینیش، یا حداقل ظلم میکنه، این میتونه که به حکومت اسلامی مراجعه بکنه از طریق محکمه و دادگاه اسلامی طلاق خود از شوهرش بگیره بدونیم. اما در رابطه با این که همین حکم در دین است که شوهر باید به زبان خود خانم خود را طلاق بده. چرا؟ که اگر امی گپ نشوه میتونن که یک خانم بدون مقدمه دیگه بره و یک شوهر دیگه بگیره و این شوهرش هیچ خبر نباشه و فلان. و متاسفانه که مردا زیاد مصروف هستن نسبت به زنها. اگر اینطوری شوه مثلا یک مرد در اوایل اسلام یک کسی میرفت 6 ماه 2 ماه 3 ماه در جهاد وقتش ضایع میشد جهاد میکرد و اگر تا برگشتش خانمش وقت میرفت دیگه شوهر میگد و او هیچ خبر نمیبود تو یک کار. از اون لحاظ این میون بخیر است، بخیر هر دو طرف است. و تو نیست که امی نفس گپ تو نیست که خانم دیگه هیچ سبا صلاحیت نداره. اینا گفتم اگر برش ممانعتایی که بیرون از اسلام مواجه میشه و به خیلی که ظلم سرش صورت میگیره میتونه که بسیار راحت به دادگاه یا به محکمه مراجعه بکنه و آزادانه طلاق خود را بخواد و اونجا حکومت اسلامی مکلف است که او عمل را تطبیق بگره سر شوهرش. انشاءالله جناب استاد. جناب استاد در آیه مبارکه می فرمه که الرجال قوامون علی النساء، مردها قوامیت دارد بر زنها. چگونه؟ چرا برتری مردها در سوره مبارکه ذکر شده؟ اگرچه یک سوره هم به نام زنها از سوره نساء. اولش خواهم میگه ای که شما یک سوره مشخص در قرآن داری در حالی که مردها ندارن. یک دومی که یک چیزی را براتان بگویم به عنوان مزا که در اوایل همی دموکراسی که در افغانستان پیاده شد یک خاطره را کسی قصه میکنه میگه یک خانم همی قدر فهمیده بوده که دموکراسی است، حق زن و مرد مساوی است. خب میای شوهر خود را مثلا میای که شوهر میای در خانه که غذا پخته نشده اینه چرا غذا میگه حقوق مساوی است دیگه، تو چرا غذا را پخته نمیکنی؟ ما بکنم برعکس. خب خیلی کارا را میگه و این شوهر مردا میتونن، خب رجال قوامون نگفته مردا این کارا رو میکنه، حتی هر چیزی گفتی خانم این انجام داد. این به اصطلاح یک طنزگونه میگن که برای این مرد میگه خب کل کارا خلاص میشه، میگه که
شب میرم این دیوار خانه خود را چپا میکنه، پایان من نازه همین سنگای خرد از زیر اول دیوال میکنه، سنگای کلان از زیر میگذره. بس صبح صبح که میشه خانم خود صدا میکنه میگه بیا که دموکراسی است دیگه، حقوق ما تو مساوی است، کار میکنیم. خب خانمش میگه بگم اول سر دیوال میباشی یا پایان دیوال؟ فکر میکنه مزاق میکنه چی میگه؟ نه میبینه سنگا رو میگه نه ما بالا میباشم شما پایان باشین، سنگ رو بتیم دیوال میکنم. برزه مذرت ای که بالا میبره یا سنگ برش بلند میکنه که بگی پس میفته. خب اونجا که نمیشه میگه من پایان میام با شما سنگ بالا میتونم، برای سنگ هم که بالا میتونم که بازم نمیشه، بالاخره میایم میگه نه نشد، من کارهای خودم میکنم شما کارهای خودم، و امیدوار هستم که میگه بتانه رسانده. الرجال قوامون علی النساء به این معناست که مردها کارهای بیشتری میتونن که زنها نمیتونن. مثلا جهاد چرا بر زن نیست؟ تواناییش نداره. اما در جهادی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود اکثر زنها خب شرکت کرده بودند. شرکت کردن اما فرض سرشان نیست. در دین ما فرض نیست سر زن، اما سر مرد فرض است. مثلا در حکومت فعلی ما که دموکراسی است و حق به حقدار میگن به گفته خودشان که میرسه، دین ما خود نگفته، ما میگیم دین ما میگه که یک زن نباید جارو به دستش به سرک برایه. این عزت است که ما به دین دادیم، اما دیگران میان به امید از اینکه حقوق مساوی است کار میکنن. شما بیاید نیروهای امنیتی اگر ما به می آیت مراجعه بکنیم، کدام زن میتونه که بره در جبهه که طالب بجنگه که دیگهش بجنگه؟ این نیروهای کلی همین، اما امین زن است که همون مرد تربیه میکنه. موضوع آیت گفتین الرجال قوامون، یعنی به این معنا که توانایی مردها از زنها کرده بالا است. اما برعکس باز زنهای شجاع ما داریم، اتو نیسته که یعنی ترسی که جسم زن نسبت به مرد ضعیف است. این کلگی انکار ناپذیر است دیگه که کاری را که مرد کرده میتونه زن نمیتونه. اما ما زنای شجاع داریم، خانم فرعون هم یک زن بود، مریم مقدس هم یک زن بود، خدیجه الکبرا هم یک زن بود، و در سمیه شهید سمیه شهید اولین شهید زن است در اسلام، و اونو و در پیشتر خودتان گفته که در جهاد اسلامی زنها بزرگترین نقش بازی کردن. نه ما در صدر اسلام نریم، یه جهاد افغانستان رو میبینیم، او قدر فداکاری که زنها کردن در جبهات اسلامی میرفتن، اینا نان توزیع میکردن به مردها. کارهای یک چیز ناگفته نمونه که خیلی کاراست که باز زن میتونه مرد نمیتونه. دقیقاً. و خیلی چیزاست که مرد میتونه زن نمیتونه، یک واقعیت است. اما در رابطه با جسمشان و کارکردشان این شما بپذیرید که زنها جسم ضعیف دارند نسبت به مردها، کاری را که مرد کرده میتونه زن کرده نمیتونه. مثلا شما میبینید که امی اجتماعی که ما داریم، ایت نمیریم سر دین نمیریم، امی اجتماعی خود ما را میبینیم، اگر یک حالت سخت میه امی مرد است که از بازوی زن خانمش میگیره، اما زن است که بر مرد بازو میده. اینه من او گپ آمسته که پشت هر مرد موفق یک زن موفق وجود داره. دقیقا. یک رهبری کل رهبریت یک خانه یک فامیل سر زن است. اما موضوع یایت که است به این معنی که مردها تواناییشان نسبت به زنها جسمانی قوی تر هستن نسبت به این که به زنها. جناب استاد، میشه که در مورد تعداد زوجات ای که چرا زنها فقط یک شوهر حق دارن اما مردها میتونن که تا چهار همسر هم داشته باشن؟ کاش یعنی یک در افغانستان خب بیزو مرد سالاری است، کاش این مجلس مردا بود، من اینو میتونستم راحت تر براتون میگفتم. خب در یک داستان قصه یک روایت را قصه میکنم از بزرگای اسلام، ما امیدوار هستم که شما بتونید راحت همو سوالتان را جواب شه بگیریم. این سوال از صدر اسلام شده زیاد ایگه سر خوردن. یکی از کسا خانم ها آمدن پیش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، بزرگترین امام مذاهب اسلامی است، امی سوال شما را عرض کردن. بشه گفتن که مثلا چرا بعد یک مرد چهار زن گرفته میتونه در حالی که یک زن نمیتونه که چهار شوهر بگیره؟ اولی که چرا باید یک مرد چهار زن بگیره؟ دهی به این معنا که تعداد زنها نسبت به مردها زیاد است، و اگر امی بیشتر شوه، چرا پیامبر ما میگه کسایی که جوان هستن برن ازدواج بکنن، اگر ازدواج نمیکنن روزه بگیرن؟ نه، به این معنا که اگر این کار نکنن نفس است. هر کسی یک گپ دیگه حالا پیدا شده که یگان تا میگه قلبت پاک باشه و یک حدیث پیامبر نمال اعمال بنیاد امیر دلیل میگیرن، به این معنا که خب
نفس ما، قلب ما از خدیجه الکبرا و از پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده پاک نیست. این یک واقعیت هم است. اگر تعداد زنها زیاد شوه و اونا بمانند تو مجرد بانند، این به فساد میره. اما مرد هم زن به فساد آغشته میشن. این نفس که بس که چرا یک مرد چهار زن میگیره. اینا که آمدن پیش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پرسان که سوال کردن که شیخ چرا مثلا یک مرد چهار زن میگیره؟ اما اولین گفتی که امام صاحب برشان میگه امی که اگر امی زنها چهار شوهر بگیرن، اینمی اولادی که نسلی که از اینا به وجود میایه اینمی شناخته نمیشه که امی از امی فلان ابن فلان کی است، از کدام شوهرش است. اینی بزرگترین یک دلیل بود به اونا و اونا بس همینجا کافی شد برشان، گفتن که دیگه سوال نداریم. نفس گپی است که اگر یک مرد چهار زن میگیره معلوم دار است. خب در کدام شرایط میتونه چهار زن بگیره؟ آیا هر وقتی که دلش شد میتونه که همسر دیگه داشته باشه؟ و این خفتم الا تعدل فواحدتن. اینجا موضوع است در قرآن. میگه شما میتونه که یکی خب به خاطر از دو بخش که تعداد زنها زیاد است. دومی که شما پیشتر هم گفته که رجال قوامون علی النساء، مردها در مرد 1% از چیز شهوت وجود داره که زنده است و میتونه که امی به فحشا ببره. از اون لحاظ یک مرد میتونه که در اسلام 2 زن یا 3 زن یا 4 زن هم بگیره تا ای که به فحشا نروه. اما اگر و این خفتم الا تعدل و فواحدتن، اگر عدالت کرده باز نمیتونه، باز 1 دانه بگیره، از 1 دانه اضافه گرفته نمیتونه. اگر یک کسی 2 زن یا 3 زن یا 4 زن میداشته باشن، هم در ارتباط خانم های خود، هم در ارتباط اولادایی که از اینا داره، اگر اندکی کوتاهی میکنه در روز قیامت عذاب داره برش. دخل. در دین ما برش ای گفته شده. اگر عدالت کرده نمیتونه، بسیار راحت میتونه که 1 دانه، از 1 دانه نمیگیره. بیخی حکم است که و این خفتم الا تعدل و فواحدتن، 1 دانه باز بگیری دیگه بس. نه. خیلی سپاس جناب استاد و البته خیلی جواب‌های مفید و همچنان بنده شخصا که خیلی مستفید شدم. جناب استاد به عنوان آخرین سوال در مورد قانون منع خشونت علیه زن چگونه است به نظر شما که آیا قابل تطبیق است یا خیر؟ در اول خب ما گفتیم که در دین ما جایگاه هر کس تثبیت است. ایت نیازی نیست که همچه قانونهایی در ما بسازیم فعلا. خب حالا ساخته هم شده و من این را چندین بار دیدم هم در اینجا چیزهای زیاده روی هم هست. اگر امی در محضر علمای واقعی صحیح شد؟ بله. در امی که کشوگیرهای را وجود داره و این مسترد میشه از پارلمان و سرش جاب سر و صدا هست، به امی خاطر که در اینجا مشکلات مغرضانه کار میشه، اگر امی قانون هم بیاین عادلانه سرش بحث کنن و اون چی که ضروریات یک خانم مسلمان از در اینجا دقیق شوه، این تا یک اندازه خوب است، بخصوص در جامعه ما که فعلا در عدم آگاهی از دین مردم ها به وحشت روی آوردن و بر خانم هایشان خیلی ظلم ستم روا می دارن. خوب است که همچه کار شوه. اما این قانون منع خشونت علیه زنایی که فعلا وجود داره، این مغرضانه است و دستای دهی وجود داره متاسفانه. اگر یک بازبینی شوه و علمای واقعی باشن، کسای واقعی که بدون ای که غرضی داشته باشن در اینجا صحبت بکنن و چیزی را بگنجانن، بهتر است و خوب از دیگه. انشاءالله. تشکر جناب استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و به برنامه تشریف آوردن. تشکر از خودتان. بخیر باشین. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، با ما باشید در ادامه برنامه. باز هم خوش آمدین دوستان عزیز و در قسمت جوانان بی‌نظیر صالحی را با خود داریم و امروز تلاوت زیبایی از سوره قدر با ما می داشته باشن. اما در نخست سلام علیکم بی‌نظیر جان. سلام علیکم بی‌نظیر جان. اول خودم معرفی کو باز بعد از این شروع به تلاوت هم سم میتیم. بی‌نظیر صالحی هستم سن ششم. خب بی‌نظیر جان امروز سوره قدر تلاوت میکنیم، اشنویم از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني مغلوب فانتصر ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولنا آفرین ماشاءالله انشاءالله خدا ان توفیقات بیشتر نصیبت بگردانه بی‌نظیر جان خب بی‌نظیر جان قند پیام خودت به همسن و سالای خودت و به دخترکای دیگه چی است باید قرآن بخوانن ایتو نه که باید فقط از روی بخوانن از روی خانی بخوانن باید تجوید چون بدانن دیگه صوت الله نیار بخوانن و قرآن فقط دفاتر و اینا نیست باید در محافل اینا بخوانن آفرین ماشاءالله تشکر بی‌نظیر جان یک وقفه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم و حالا در این قسمت برنامه گزارش تهیه دیدیم در مورد اینکه هموطنان عزیز ما و شهروندان عزیز ما در مورد قانون محو خشونت علیه زن از نظر اسلام چه نظریات دارن میریم با هم یک جا تماشا میکنیم از نظر اسلام خب بچیم قانون اسلام یک قانون بسیار خوب و فوق العاده است تا جایی که من معلومات دارم و مطالعه دارم اسلام چیزایی را بر زنها گفته که اصلا در جامعه ما تطبیق نمیشه به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در جامعه ما سنتایی از که او سنتا قابل پذیرش بر مردم نیست از او خاطر است که من خشونت علیه زنا و من خشونت علیه زنا وقتی میتانه که از بین بره و امرای زنا مسالمت آمیز روش باشه تا که کل مردای ما فهمیده نشوه کل تحصیل کده نشوه از او خاطر است که زن دائم دا چیز علیه خشونت است که خلاص آیا این قانونی که تصویب کردن درست است به نظر شما یا خیر قانون خود به شکل او تو به اون شکلی که شاید باید تدوین نشده تدوین نشده و در جامعه ما هم تطبیق نمیشه اگر به اون شکلی که در غرب زنا آزادی دارن و به حساب از نگاه حقوق شهروندی و مدنی خود حقوق دارن او در جامعه ما هیچ دیگه اصلا ما توقع زور نداشته باشیم که او تطبیق شود و اصلا در این جامعه ما یکقدر خشونت علیه زن است که ما شما نمیتونیم که قانون دیجا تطبیق کنیم همه خوار برادر هستیم خو هر مرا سعی کنیم امروز در پنتون کابل با شخص یک ناشچیز سعی به او تالت رسید این جایز نیست که باید از خوار ما تشوه ما میخواییم کل این سرفراز سر بلند باشه نظر شخصی بنده راجع به قانون رفع خشونت علیه خانم ها یک قانون خوب است یک دریچه را باز میکنه برای خانم ها که آزادی های بیشتر از حقوق خود باخبر باشند و همچنان آقایان را آگاه می‌سازند که از حق حقوقی اساسی خانما باید که رعایت شود من از یک انسان و این قانون توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده توسط پارلمان تصویب شده و قابل اجرا است و از نگاه من فکر می‌کنم که کسایی که قانونگذار بودند و که قانون جور کردند مشترکن اعضای پارلمان و قوای مقننه و قضایی اینها همه دخیل بودن و فکر میکنم که یک قانون از نگاه شرعی کنم مشکلی نیست رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب این بود برنامه این هفته ای تا ژرف تا برنامه بعدی که خدمت شما سرورانم قرار میگیرم شما را به الله لایزال میسپارم ایام به کامتان بود